امروز میخوام راجع به این صحبت بکنم که کدوم رفتارهای اشتباه والدین باعث میشه که به کودک آسیب وارد بشه، به خصوص به عزت نفس کودک، این که احساس ارزشمندی نکنه و خودشو دوست نداشته باشه. یکی از رفتارهای اشتباه والدین اینه که مثلا خیلی روی نکات منفی فرزندشون تمرکز میکنن. به عنوان مثال وقتی فرزندشون تو یک درس خیلی نمرش کم شده، بارها بهش تذکر میدن که چرا انقدر نمرت پایین شده و این مسئله رو بارها و بارها تکرار میکنن. این مسئله باعث میشه که فرزندتون دچار احساس ضعف بکنه، دیگه حالش با خودش خوب نباشه، احساس بکنه که ارزشمند نیست به خاطر اینکه نمرش کم شده. ولی وقتی که شما روی موارد مثبت بیشتر از موارد منفی فرزندتون تمرکز بکنید، باعث میشه که فرزندتون بیشتر روحیه بگیره و بیشتر تلاش بکنه. پس اگر توی یک درسی هم دیدین که نمره بالایی گرفته، حتما سعی بکنید اون مسئله رو بیشتر تشویقش بکنید که این مسئله تأثیر بذاره روی عزت نفسش و بیشتر احساس ارزشمندی بکنه و همین باعث میشه که تلاش فرزندتون هم بیشتر بشه. پس رفتار اشتباه والدین اینه که خیلی اون موارد منفی رو تکرار میکنن و این مسئله باعث میشه که کودک دیگه احساس ارزشمندی نکنه و حتی اگر تلاش هم بکنه که اون مسئله رو جبران بکنه، اگر توی این مسیر شکست بخوره باز احساس ضعف میکنه. پس رفتار درست اینه که موارد مثبت رو بیشتر توجه بکنیم و اگر موارد ضعف یا منفی هم وجود داره، سعی بکنیم که براش برنامه‌ریزی انجام بدیم که در واقع فرزندمون بتونه اون موارد رو هم اصلاح بکنه و اینکه ما بارها بیاییم اون مسئله رو تذکر بدیم، نه تنها چیزی درست نمیشه بلکه به عزت نفس کودک هم صدمه وارد میشه. همچنین این مثال در مورد بچه‌ای که مثلا یک نقاشی رو کشیده و میاد به والدینش نشون میده، رفتار درست اینه که شما بیاین به خاطر اون وقت و تلاشی که برای کشیدن اون نقاشی گذاشته، یعنی اون وقتی که صرف کرده و اون تلاشی که کرده تا بتونه اون نقاشی رو بکشه، ستایشش بکنی، نه اینکه مثلا بیاین بگین که تو چه مثلا هنرمند هستی یا خیلی نقاشی عالی هستش. یعنی نتیجه رو شما کار نداشته باشین، بیشتر سعی بکنید اون زحمت و تلاش فرزندتون رو ستایش بکنید. نکته بعدی اینه که تعریف و تمجیدهای غیر صادقانه نداشته باشین. بعضی از والدین مثلا به دلایل حالا غیر واقعی میان از فرزندشون تعریف و تمجید میکنن. این باعث میشه که کودک احساس بکنه که اصلا نباید هیچ کار اشتباهی رو انجام بده و اون انگیزه و نیروی درونی که در واقع بخواد فعال بشه تا حس خوبی به فرزندتون منتقل بشه ایجاد نمیشه و در واقع باورش بر این میشه که تنها زمانی مفید هستش که بقیه ازش تعریف بکنن. پس سعی بکنین که خیلی تعریف و تمجیدهاتون الکی و غیر صادقانه نباشه و اگر از فرزندتون تعریف میکنین، حتما بر اساس یک مبنا و اصولی باشه و حالا تلاشی باشه که فرزندتون برای انجام دادن اون کار کشیده که در واقع به صورت واقعی از فرزندتون تعریف بکنید. نکته بعدی هم باز اینه که سعی بکنین اگر فرزندتون یک رفتارهایی رو داره که شما دوست نداره، سعی بکنید که سریع ازش انتقاد نکنید، چون انتقاد کردن هیچ مشکلی رو برطرف نمی‌کنه، بلکه سعی بکنید بهش آموزش بدید. مثلا اگه فرزندتون همیشه اتاقش نامنظم هستش، این که بگیم مثلا تو چقدر نامنظمی یا شلختی، هیچی رو درست نمی‌کنه و نه تنها باعث نمیشه که دیگه فرزندتون اصلاح بشه، هیچ انگیزه ای هم پیدا نمی‌کنه که بخواد خودش رو اصلاح بکنه. پس چیکار می‌تونیم بکنیم؟ بگیم که مثلا من به تو یاد دادم که چطوری لباسات رو جمع بکنی یا تا بکنی، یا بهت گفته بودم قبلا که اینا رو چجوری مرتب بکنی، پس بیا با هم مرتبش کنی. یعنی ازش بخواین که بیاد یا کنارشون ببینه یاد بگیره. و اینکه میتونی از فواید اون کار هم براش توضیح بدین که وقتی مثلا کتابات مرتب شد، راحت تر میتونی پیداشون بکنی، زمان کمتری لازمه بذاری تا اون کتاب مورد نظرت رو پیدا بکنی. و به مرور در واقع باید حالا خیلی توی این مرحله صبر داشته باشین، به مرور در واقع فرزندتون این رو یاد میگیره که بتونه یک سری رفتارهایی که حالا اشتباه هست رو اصلاح بکنه. پس اگر بخوام یه جمع‌بندی انجام بدم، رفتارهای اشتباه والدین یکی اینه که در واقع بیشتر روی نکات منفی فرزندشون تمرکز میکنن و اون موارد مثبت فرزندشون رو یا زیاد نمیبینن یا اصلا اهمیت نمیدن به این مسئله و این باعث میشه که فرزندتون دیگه احساس ارزشمندی نکنه، حالش با خودش خوب نباشه و احساس پوچی بهش دست بده. نکته دوم اینه که تعریف و تمجیدهای غیر صادقانه الکی نکنین از فرزندتون،
این هم در واقع هیچ فایده ای نداره و هیچ حس خوبی به فرزندتون منتقل نمیکنه. نکته بعدی همی که گفتم سعی بکنید که حتما تلاش فرزندتون رو ستایش بکنید و به نتیجه نهایی زیاد کار نداشته باشین که در واقع کودک یاد بگیره که چه مسائلی برای شما به عنوان ارزش مطرح هستش، اینکه برای انجام برای رسیدن به اون هدف وقت بیشتری بذاره و تلاش بیشتری بکنه، این در واقع ارزشمند هستش برای شما. و نکته آخرم این بود که سعی بکنید از فرزندتون انتقاد نکنین و اگر میخواین یه سری از رفتارهای اشتباهش اصلاح بشه، سعی بکنید با آموزش دادن فقط این مسئله رو درست بکنید و در کنارش هم باید صبور باشین تا بتونین کم کم این موارد اشتباه رو برطرف بکنید. اگه ویدیو منو دوست داشتین حتما لایک بکنید و برای دوستاتون هم این ویدیو رو بفرستین. ممنون که با من همراه بودین. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.